سلام به دوستان عزیز، بینندگان محترم. من ناصر شاهین‌پر هستم. من در این سری برنامه ها قرارم این بوده که تاریخ معاصر ایران رو، یعنی از صفویه به بعد رو، مورد بررسی قرار بدیم و جستجو کنیم، بگردیم، ببینیم که دلایل عقب ماندگی ما از جهان مغرب زمین چه چیزهایی بوده. ناچار شدم که یک مقدمه بسیار سریع و مختصری از سوابق تاریخی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران براتون تعریف بکنم. به ناچار رسیدم به دوران عرب و اسلام و به این نکته اشاره کردم که در افواه عمومی بیشتر صحبت بر سر این است که این عرب ها آمدند، زدند، ما رو زیر رو کردند و تمام فرهنگ و تمدن و ما رو از بین بردند و سوزوندند و نابود کردند و ما بدبخت شدیم. بلکه به اعتقاد تمام کسانی که تاریخ رو از جوانب مختلف و متنوعش مطالعه می کنند، آغاز انحطاط فرهنگی در ایران نه در اثر حمله عرب بود، که اونجا ایرانی ها خوب ایستادند برای حفظ هویت فرهنگی خودشون، به دلیل اینکه عرب هم چیزی نمی دونست و نیازمند بود به این مردان کاردان و لایق و متخصص ایرانی که این امپراتوری وسیع رو بچرخونه. به این دلیل قدرت عملا به دست ایرانی ها افتاد، با وزیران ایرانی و کاتبان و نویسندگان ایرانی، و داستانشان براتون در برنامه‌های قبلی گفتم. اما حکومت‌های ملی که بعداً در ایران به وجود آمد و که اونها ایرانی بودند و به ایرانیت، به زبان فارسی علاقمند بودند، احترام می‌گذاشتند و برای حفظش کوشا بودند، مثل سامانیان، آل بویه و حتی زیاری‌ها که فقط اون اولیشون یه خورده کج رفته، بقیه‌شون این و در توسعه علم و فرهنگ کوشا بودند، بودجه می‌ذاشتند، پول خرج می‌کردند. براتون مثال زدم که مثلا صاحب ابن عباد، وزیر دیلمی‌ها، حدود 800 نفر از نویسندگان و شاعران و محققین حقوق بگیر شخصیش بودند. در نتیجه خود شاه تبعیت میکنه وزیرش، برای اینکه از اون عقب نمونه، او هم چنین دستگاهی را میندازه و او هم به 1000 نفر در سال مستمری میده، حقوق میده. و خب اینا حمایت دیگه، اینا حمایت بزرگیست. سطح فرهنگی این آدم ها خودشون اینقدر بالا بوده که باز یه مثال کوچیکی براتون عرض کردم که ابو علی سینا مدتی کتابدار صاحب ابن عباد بوده، یعنی کتابخانه شخصی صاحب ابن عباد رو او اداره میکرده و مرتب میکرده. این دوران، دوران اعتلاء فرهنگی ایران، به دلیل نوابقی که در تاریخ ما میشناسیم که مال این دوره هستند. یعنی شما هر آدمهایی رو که از نظر فرهنگی میتونید بهشون افتخار کنید، سربلند باشید و بگید ما در مملکت و اینا رو داشتیم، مثل ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، خارزمی، رازی، عجوی، اینا همه مال این دورند. در رشته های مختلف، از طبیعیات گرفته تا ریاضیات، ادبیات، همه چیز، اینا دست پرورد این دوره هستند. من در مقدمه یک کتابی که صادقانه عرض کنم فراموش کردم اون کتاب چی بوده، ولی اون مطلب تو خاطرم مونده، این است که رونق علم و ادب در نیشابور در این دوره به حدی بوده که بازار وراق ها وجود داشته. کلمه وراق هم که البته عربی است، از ورق گرفته شده. تمام مغازه های این بازار کتاب فروش بودند و قسمت جلویی کتاب ها رو چیده بودن برای فروش. پشت پرده سالن های بزرگی بوده که بنا به وسع اون آدم بین 10 نفر تا 100 نفر نشستند و زیر نور چراغ دارن کپی میکنن، مینویسن که کتاب درست بشه و بذارم برای فروش. این نویسنده مثال زده بود که خریدار کتاب با الاغ میاد اول بازار، کتاب میخره، بار الاغ میکنه، در انتهای بازار بار الاغش کامل شده و میری بیرون.
تعداد مدارسی که در نیشابور بوده، نیشابور در این دوره که ما داریم صحبتش میکنیم 180 مدرسه با اسم و رسم و آدرسش وجود داره. اگر شما مقایسه کنید تعداد مدارس تهران رو در آغاز سلطنت رضاشاه، خواهید دید که این عدد چقدر عدد مهم و معتبریه. اما اینی که ما میگیم که رونق فرهنگی، اطلاع فرهنگی در مقایسه با کجا و با چی داریم میگیم؟ در مقایسه با همین ادوار تاریخی، با فرنگی ها، با اروپایی ها. اروپایی ها دارن دوران قرون وسطاشون رو میگذرونن که سیاه ترین، تاریک ترین ادوار تاریخی این جوامع، این کشورها هنوز به این صورت شکل نگرفته و مردمانی هستند که سایه دین بر سرشون آنچنان سنگینی کرده که یک روزنه کوچیک، یک زاویه کوچیک نیست که از این سایه دین بیرون باشه. همه چیز رو دین تعیین کرده و شرط اول در همه کار ایمانه و مهارت، دانش، علم، هوشیاری، همه اینا در درجه دومه. شرط اول در همه امور، همه امور ایمانه. خب حالا نمودهای فرهنگی این دوره سرزمین‌های اروپایی رو اگر مقایسه بکنیم با ایران، متوجه میشیم که در ایران چه خبر بوده یا در جهان شرق اسلامی. البته حالا مورخین آمدند به جای اینکه بگن ایران، گفتن شرق اسلام، جهان شرق اسلامی. جهان شرق اسلامی جایی جز ایران نبوده دیگه، سرزمین دیگری، کشور دیگری وجود نداشت، همین این بوده. بگذاریم. اروپایی ها در این دوره تاریخی سوال هاشون رو که بین خودشون مطرح می کردن رو بشنویم، متوجه می شیم که چقدر اینا عقب مانده و بدبخت بودن از نظر تفکرات انسانی، علمی، هنری، هرچی، فرهنگی. سوال این بوده اگر ممکنه خداوند سنگی خلق کنه که بعد خودش نتونه اینو بلند کنه؟ سوال بعدی، این فرشتگان قبل از به وجود آمدن کائنات کجا زندگی می کردند؟ سوال بعدی، فرشته ها نرن یا ماده؟ سوال بعدی، حضرت مسیح وقتی دوباره زنده شد در حیات دومش هنوز دست و پاش زخم بود؟ مقولات فکری فرنگی ها در این حد بود. یک آدمی در اسپانیا به رفیقش میگه که پسر من استعداد ریاضیات داره و علاقه‌مند به تحصیل در ریاضیاته، من چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ رفیقش میگه که ما اینجا دانشگاه داریم، میتونی بفرستیش در دانشگاه که ریاضیات یاد بگیره، اما در دانشگاه ما جمع و تفریق رو یاد میدن، اگر ضرب و تقسیمم میخواد یاد بگیره ناچاره بره به ایتالیا. این وضعیت فرهنگی اروپایی هاست در این عصر. حالا اون روزنه ای که هیچ کس بهش توجه نمی کنه، هیچ کس مثال نمی زنه، بر روش رد میشن با زیرکی خود فرنگی ها، اون این است که جنوب اسپانیا رو مسلمان ها فتح میکنن. در جنوب اسپانیا حکومتی تشکیل میدن، در این حکومت مدارس و دانشگاه‌هایی ایجاد میکنند و کتاب‌هایی منتشر میکنند که البته باز همه اینها مدیون فرهنگ ایرانی هستند. به عنوان مثال در قرن پنجم یک نویسنده مسلمان اسپانیایی کتابی مینویسه و این کتاب رو میفرستن یک نسخه‌اش به ایران. صاحب ابن عباد این کتاب رو میخوانه و در حاشیه کتاب مینویسه که اینا متاع خود ما را به خود ما پس دادند. هیچ چیزی در این کتاب نبوده که قبلا در ایران راجبش صحبت نشده باشه و نوشته نشده باشه. خود نویسنده کتابم اذعان کرده به این موضوع که من از دانش نوابغ ایرانی استفاده کردم برای تدوین این کتاب.
اما همین نقطه کوچیک اروپا سبب میشه که کسانی که علاقمند به توسعه علم و دانش هستن فرزندانشون رو بفرستن به جنوب اسپانیا تحصیل کنه. اینها میرفتن در جنوب اسپانیا تحصیلاتی میکردن و علمی بالاتر از علم رایج در منطقه و زمان خودشون با خودشون برمیگردوندند. آغاز رونق فرهنگی در اروپا در حقیقت از اینجا شروع میشه و بعد جنگ های صلیبی. در جنگ های صلیبی به خاطر فتوای پاپ که مردم باید برن بجنگند و اورشلیم رو بگیرند، دسته دسته مردم از نقاط مختلف اروپا راه میافتادن که برن برای جنگیدن. این عمل که اسمش از جنگ‌های صلیبی 100 ساله که در حقیقت 300 سال این جنگ‌ها طول کشیده، منتها نه دائم و مستمر، به تناوب 5 سال 6 سال جنگ بوده تعطیل میشه جنگ، 20 سال 25 سال جنگ نیست، صلح دو مرتبه جنگ شروع میشه، این تناوب تا 300 سال ادامه داشته. مردم اروپا اسناد و مدارک بسیار زیادی هست از خودشون که چرا میرفتن این راههای طولانی رو طی میکردن که خودشون رو برسونن به این نقطه و برن بجنگن، برای اینکه غذاهای لذیذ بخورند، لباسهای فاخر از بازارهای اسلامی بخرند و بپوشند. در بازارهای مسلمانها، در بازار که حالا منطقه اردنه چسبیده به اورشلیم، در این بازارها بوی ادویه‌جات و عطورات رو استشمام کنند. یعنی اینکه به یک زندگی والاتر و بهتر تماس ایجاد کنند. بنابراین وقتی که وضعیت فرهنگی در اروپا اینه و وضعیت فرهنگی در ایران اینچنینه که این قولها رو داره پرورش میده و میفرسه به جهان، مثل رازی، نمیدونم به شما گفتم یا نگفتم که این رازی کم آدمی نبوده. یکی از کارهای رازی رو من الان براتون شرح بدم، متوجه عرض من خواهید شد. این است که ما در علم طب و در بهداشت عمومی یا هرچی که اسمشو بگذاریم، گزارش بالینی بیمار در قرون اخیر در اروپا رسم شده و یاد گرفتن و این کار رو میکنند که پزشک میره بیمار رو میبینه، معاینه میکنه، دواهایی که بهش داده اثرشو میسنجه و میگه که این دوا رو مثلا یا دوزشو باید بالا ببریم یا پایین ببریم یا تغییر بدیم. در اثر این گزارشات بالینی است که نوشته شده، بالا سر بیمار هست، پزشک میاد اینا رو میخونه و بعد گزارشات امروز خودشو باز به اون اضافه میکنه. این رو رازی در قرن پنجم هجری، یعنی قرن 11 میلادی، این کار رو انجام داده. همکنون از رازی کتابی هست شامل 76 یا 75 گزارش بالینی که میگه این مریض رو آوردن پیش من، شکمش ورم کرده بود، رنگ پوستش زرد شده بود، در چشمش، در تای چشمش مثلا من سایه سیاهی دیدم، تشخیص دادم که این بیماری رو داره، بهش دوا این دواها رو دادم، هفته دیگه آمد دیدم حالش بدتر شده، فهمیدم این تشخیص غلط بوده، این بار از حالاتش این تشخیص رو دادم و این داروها رو براش تجویز کردم و حالش بهتر شد. آنچنان صادقانه این گزارش رو نوشته که در چندین مورد نوشته که بیمار مرد. من دوای غلطی بهش دادم، من معالجش نتونستم بکنم و بیمار مرد. یعنی تا این حد صداقت علمی، امانتداری در علم رو این آدم متوجهش بوده. و بعد این ابتکار، این کار ابتکار شخص، فقط الکل رو کشف نکرده. این حالا فکر کنید روی این، ببینید که این کار چقدر کار مهمیه. خب این یک سیطره فرهنگی بسیار بسیار پیشرفته است در جهان در مقایسه با همین فرنگی ها که این مثال ها رو هم براتون زدم. در جنگ های صلیبی تماس فرنگی ها با جهان اسلام بود که در بسیاری از امور بسیاری چیزها رو فرا گرفتند و ادامه دادند و زندگیشون دچار تحولات فرهنگی شد.
سوای خوردن و پوشیدن این حرفا، بسیاری از اختراعات و پیشرفت‌های علمی که در چین انجام می‌شده، این کشورهای مسلمان آسیایی به دلیل نزدیکی با چین از چینی‌ها اخذ می‌کردند و در تماس‌های جنگی با هم در همین جنگ‌های صلیبی با فرنگی‌ها این تجربیات رو، این اکتشافات علمی رو به اونها تحویل می‌دادند. موارد اینم بسیار بسیار زیاده. به عرضتون برسونم که اینها در همین دریای مدیترانه که دریانوردی میکردن، مجبور بودن با فاصله بسیار کمی از ساحل با بادبانهای چارگوش مربع شکل حرکت کنند و یک کشتی بر اساس بادهای موسمی از محلی به محل دیگری میرفت، بارش هم خالی میکرد، ولی باید مینشست تا فصل بعدی باد مسیرش عوض بشه، از این طرف به این طرف ایشون بتونه برگرده به بندری که ازش حرکت کرده بوده. معمولا یک سفر کوتاه دریایی برای این آقایون یک سال طول میکشیده، 11 ماه طول میکشیده. اما این چینی ها بودن که فکر کردن که به جای بادبان مربع شکل ما بادبان مثلثی شکل ایجاد کنیم و یک سکان هم براش بگذاریم که اینو بتونیم حرکتش بدیم. در نتیجه اگر باد شرقی غربی میاد، این بتونه با حرکت دادن این بادبانها شمال جنوبی کنه حتی و حرکتش رو تنظیم کنه، با استفاده از باد به راهش ادامه بده، به مقصد برسه و دیگه منتظر بادهای موسمی نباشه. این چینی ها بودن که به جهان اسلام یاد دادن که به جای یک بادبان میشه 2، 3، یا 5 تا بادبان گذاشت و هر کدوم اینا یک وظیفه ای را انجام بدن. باز از جهان اسلام این بود رفت، قطب نما. همه اینها از جهان اسلام، حالا اگر ما خودمون نساختیم، از چینی ها آموختیم که در طول قرون اعصار گذشتم چنین بوده و ما پیوسته از اونها میآموختیم و عمل میکردیم. ما در زمان ساسانیان مثلا تولید کاغذ داشتیم، کاغذ در ایران تولید میکردیم که از چینی ها یاد گرفته بودیم. در دوران اسلامی همین اوائل کار سامانیان به خاطر حمله به شهر تراز تعداد زیادی اسیر میرن میارن و این اسیرها یکیشون بلد بوده کارخانه کاغذسازی را بندازه. در سمرقند برای اولین بار کارخانه کاغذسازی ایجاد میشه و کاغذش انقدر تولید کاغذ بالا میره که صادر میکنن به قول خودشون به جهان شرق اسلام، به تمام شهرها. این پیشرفت ها رو ما آغاز کردیم، دادیم به اروپایی ها، اروپایی ها گرفتند و بعدها وقتی از زیر اون قل و زنجیر قرون وسطا بیرون آمدن توسعه دادن. رنسانس اروپایی ریشش در یونان قدیم فقط نیست، باید همه جوانه بهش نگاه کرد و قضاوت کرد. خودشون درشون نمیخواد همچین قضاوتی داشته باشند، بدیهیست. بگذاریم. این دوران خوب یک اشکال داشت. اشکالش این بود که این آقایون سامانیان مالیاتی که به خلیفه نمیدادند، مستقل از خلیفه زندگی میکردند. حکومت سایر حکومت های ملی هم که اصلا دشمن خلیفه بودند، میخواستن اصلا سر به تنش نباشه، مثل آل بویه که شیعه بودن و خلیفه سنی است. ولی این سامانیان به خاطر خوشنودی خلیفه حمله میکردن به شهرهای آن طرف سیحون، یعنی به آسیای میانه، و به اصطلاح خودشون مردم و کفار رو باشون میجنگیدند، شکستشون میدادند، غنیمت از اینها میگرفتند. این نکته رو هم باید بدونیم که یکی از ارکان بزرگ اقتصادی جهان قدیم جنگیدن و غنیمت به دست آوردن بود. این رقم بسیار بسیار بالایی رو تشکیل میداده برای حفظ این ارتش‌های بزرگ. خرج داره این ارتش. سامانیان این چنین می‌کردند. غزنویان هم که خودشون ترک نژاد بودند حمله می‌کردند به هند. از یک سو جاده های غزنین به طرف هندوستان و از یک سو جاده های بخارا و سمرقند به طرف آسیای میانه و منطقه خراسان ما مملو شده بود از غلام و
برده، چه زن چه مرد. زنش میشد کنیز، فروخته میشد در بازارها و مردها رو می آوردند. این مردها رو انقدر زیاد شده بود، انقدر این تعداد اسیران جنگی از سرزمین های ترک زیاد شده بود که ما حتی کانسیومر ریپورت داریم در یکی از کتاب های قدیمی، به نظرم مرزبان نامه باشه اگه یادم نرفته باشه، نوشته که این غلامی رو که آوردید اگر این مشخصات داره به درد نظامیگری میخوره، اگر این مشخصات داره میتونه غلام درگاهی باشه، اگر این مشخصات داره باید بره در خانه کار بکنه مثلا. خب اینها میامدن تعداد بسیار زیادی از این اسرا رو حقوق بهشون میدادن، وارد کار سپاهیگریشون میکردن و چون اینها مردمان سوارکار و تیرانداز و چون کار اونا هم دزدی و چپاول بوده پیوسته، حمله به روستاها و دهات و گرفتن رمه‌های مردم، اینا دوره 7 ساله‌ای گذاشته بودن با آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین خاص خودشون خیلی منظم و مرتب، که در یک دوره 7 ساله یک غلام ترک رو به یک سرباز جنگنده تبدیل کنن، که سال اول یه چماق دستش میدیم، سال دوم شمشیر بهش میدیم، سال سوم اسب بدون زین میدیم، سال چهارم اسب با زین، تا بالاخره تا سال هفتم از توی اینا آرام آرام آدمای بزرگ در میاد، آدمای سلحشور و جنگنده در میاد، چون در ذات امر اینا مردم جنگنده‌ای هستند، مردم سوارکاری هستند. اوصاف جهانگردان خارجی از اینها خیلی زیباست، میگه اینا مردمی هستند که از زین اسب جدا نمیشند، روی زین اسب معامله میکنند، خرید و فروش میکنند، روی زین اسب خواستگاری میکنند و روی زین اسب مراسم عقد و ازدواج رو برقرار میکنند. خب اینا، این مردم سوارکار میان و گروه های سوار نظام این سپاه سامانیان تشکیل میدن، از توی اینا سپه سالارانی بیرون میاد، همه ترک نژاد. این سپه سالاران اول شروع میکنن به دخالت در امور دربار، چون قوی هن، آدم های هم که زیر دستشونه همه ترک هن. آرام آرام گرفتن حکومت از دست ایرانی ها. در زمان غزنویان، سلطان محمود غزنوی یک گروه از همین قبیله سلجوق آمده بودن به شمال خراسان و نامه نوشتن به سلطان محمود که ما میخواییم زیر سایه سلطان بزرگی مثل تو زندگی کنیم، به ما یک قطع زمین کوچیکی بدید که ما این گویا و گوسفندامونو توش بچرونیم و دعاگوی شما باشیم. حالا مسلمان هم شدند. سلطان محمود هم این میپذیره. اینا هم یه گروه 50,000 نفری بودند. اما نزدیکان و مشاورین سلطان محمود بهش با ترس و لرز میفهمونن که آقا این کار اشتباه بود. اینها میریزن تو مملکت، ممکنه که دست به قتل و غارت و چپاول بزنن و ما نتونیم جلوشونو بگیریم. برای رفع این اشتباه به اینها، به رئیس قبیلهشون میگه که شما همتون برید به طرف اصفهان، منطقه اصفهان رو ما انتخاب کردیم برای شما که جای خوبیه و جوجه. دستور شاهانه هم هست. اینا رو راه میندازه به طرف اصفهان. یه نامه هم مینویسه برای حاکم اصفهان که این 50,000 نفر ترکی که میان اونجا از اول تا آخر همشون رو بکش. نامه رسانی که داشته از غزنین میرفته به اصفهان، تو راه برخورد میکنه با همینا و اینا لختش میکنند، چون کارشون اینه، کارشون لخت کردن مسافر و کاروان و اینجور چیزاست. تو نامه هاش میگردن نامه سلطان محمود هم پیدا میکنن، میفهمن ایدادی بیداد، اگه اینا پاشون به اصفهان برسه تا نفر آخر کشته میشن، مسیرشون رو کج میکنن، میرن از طریق همدان به طرف آذربایجان. حاکم آذربایجان هم به اینا خوش آمد میگه. این اولین نطفه ورود نژاد ترک به آذربایجان که 2-3 قرن دیگه آرام آرام زبان آذری مخلوط میشه با زبان ترکی، بیشترین کلمات ترکی میشن. آرام آرام زبان آذری که یکی از شعبات زبان فارسی بود فراموش میشه و ترکی جاش میاد. حوادث بعدی مهمتر البته، بگذاریم. در زمان سلطان مسعود این ترک ها
با تعداد بیشتر و با جسارت بیشتری وارد خراسان میشن و باز با نامه و نامه‌های تسلیمگونه از شاه میخوان که قطع زمین به ما بدید، ما اینجا گوسفندمون رو بچرونیم، زیر سایه شاه بزرگی مثل شما باشیم. سلطان مسعود میپذیره، ولی پشت سر هم خبرهایی بهش میرسه که اینا دارن دهات و روستاها رو غارت میکنند، مردم رو میکشند، اموال مردم رو چپاول میکنند. خب اول با تذکرات و بالاخره جنگ و بعدم شکست از اینها که خارج از موضوع ماست، میخوام ورود ترکان رو به عرضتون برسونم. میزان اسیران ترکی که همطور که عرض کردم تمام جاده های آسیای میانه رو که منتهی میشه به خراسان و تمام جاده های خراسان به طرف هند رو اسیران جنگی از زن و مرد پر کرده، اینا رو می آوردن، اون چرا که در ارتش لازم داشتن در ارتش نگه می داشتن، بقیه رو در بازار می فروختند. در این عصر تجار معتبر، شاهزاده ها، ثروتمند ها، و چه امتیازشون نسبت به دیگران این بوده که چه تعداد غلام یا کنیز دارند. فلان تاجرزاده امروز یه پسر یه تاجرزاده میره لامبورگینی میخره پوز میده، اون موقع 5000 تا غلام پشت خودش راه مینداخته وقتی سوار میشده که از جایی به جایی دیگه بره. تعداد غلام ها در دست آدم های غیر از امیران، غیر از شاهان، مثل وزرا، تجار بزرگ، سپه سالاران، آدم های گنده، تا 15000 نفر هم رسیده بود. در درجه اول این داستان اثر میذاره روی تفکر و ادبیات ایران. ما از این دوره تمام شاعران نامداری که میشناسیم مثل منوچهری، رودکی، اسجدی، فرخی سیستانی، از تمام اینها ما شعرهایی داریم که غلامشو یا کنیزشو فروخته یا به کنیزش میگه که برام شراب بیار. کنیزش یا غلامش وارد شعرش شده. از رودکی حفظ نیستم، من یادم میره شعر، شعری باقی مونده که میگه که من تو رو فروختم به خاطر اندکی پول، ولی حالا جای خالی تو رو در خانه چجوری تحمل کنم. در اخلاق جامعه مسلمان هم یک اثر منفی مردبارگی و مردبازی و نمیدونم این حرفا میذاره که مسئلهش با موضوع هموسکسوئل و این حرفا فرق داره. اشخاصی هستن که زن دارن، بچه دارن، ولی غلام هم دارن، مثل خود سلطان محمود. این رو همینجا داشته باشیم. اما وقتی که اینها میان و ولی نعمتهای خودشون رو که بهشون کار دادند، زندگی دادند، علیشون کودتا میکنن، میگیرن، حکومت ازشون میگیرن، جهان ایرانی میره زیر تسلط اقوام ترک. حالا آغاز کار سلجوقیان، وقتم تموم شد، یادم نرفته تشکر کنم از این امیر که کارگردان فنی برنامه من هست و خیلی به راحتی و آسانی برنامه من اداره میکنه و من در مقایسه با جاهای دیگر میبینم که چقدر جوان برومند و کاردان و لایقی است، باید ازش تشکر بکنم. این عنصر ترک به این شکل آرام آرام ایران رو میگیره، سامانیان رو از بین میبرند، خود غزنویان که ترک بودند. حالا اینا چه یه خاصیتی دیگری این ترکا با خودشون میارن، اینا چون ایرانی نیستند، در نزد ایرانی ها مقبولیتی ندارند، مجبورن که تبلیغاتشون رو، وقتم تمام شده معذرت میخوام یک چند ثانیه، مقبولیتشون میذارن به تبعیت از خلیفه. تبعیت از خلیفه سبب میشه که سایر مذاهب رو منکوب کنن، بکشند. در جلسه بعدی راجع به این موضوع صحبت میکنیم که آغاز انحطاط از اینجا شروع میشه. فعلا شب روزتون بخیر.